روزای سخت رو به یاد بیارید، وقتی که بیشتر از هر زمانی نیاز دارید که روی عبور از بحران متمرکز باشید. روزایی که زیر لب به خودتون میگید آروم باش و فقط روی کارهایی که باید انجام بدی تمرکز کن. اگر به شما بگن که یک ارز مخصوص وجود داره که بین المللیه و توی چنین روزهایی میتونید با خرج کردن اون حال خوب و تمرکز بیشتر و امید به عبور از بحران به دست بیارید، چقدر حاضرید از همین حالا برای تهیه و ذخیره این ارز هزینه کنید؟ محققای حوزه تاب‌آوری میگن که چنین ارزی وجود داره و ما هر چقدر بیشتر از اون داشته باشیم میتونیم در مواقع بحرانی با تسلط بیشتری روی حل مشکلات تمرکز کنیم. رابرت ایمورز از شعبه دیویس دانشگاه کالیفرنیا و مایکل مکلا از دانشگاه میامی میگن که این ارز مثبت نگریه. البته سازوکار استفاده از این ارز اینطور نیست که به شما کمک بکنه که در مواقع بحرانی مثبت نگر باشید، بلکه به این ترتیبه که شما مثبت نگری و در واقع دیدن و لذت بردن از اون چه به طور روزمره باعث حال خوبتون میشه رو از پیش تمرین میکنید. این کار سطح رضایتمندی و شادی درونیتون رو در شرایط عادی افزایش میده. افزایش رضایت عمومی و تمرینایی که برای تقویت اون انجام میدید از شما یک آدم تاب‌آورتر میسازه که در مواقع بحرانی کمتر غرق در فاجعه میشه. به طور خلاصه شما تو روزهای عادی زندگی با تمرین لذت بردن از خوشیهای کوچیک و دیدن اونها به نوعی شروع به ذخیره کردن یک نوع ارز میکنید که قراره در روزهای بحرانی اون رو خرج کنید. این تمرین میتونه نوشتن نکته های مثبت، اتفاقای خوب و نکته های جالب هر روز باشه یا ثبت یک حس لحظه خوب با عکس و بعد مرور کردن این نوشته ها و عکس ها. این کار شاید فانتزی به نظر برسه یا شما رو یاد دفترچه های شکرگزاری که بلاگرها تبلیغ میکنن بندازه، اما شما میتونید روش خودتون رو برای ثبت و ذخیره کردن این ارز قیمتی پیدا کنید. مهم اینه که به هر راهی که دوست دارید نکته های مثبت هر چند کم و کوچیک اطرافتون رو ثبت و ضبط و مرور کنید.